قسمت یکایک که شما عزیزان بینندگان خوب برنامه تلویزیون مردم درود میفرستم و درود میفرستم به هم میهنانی که سالهای سال برنامه چرا زنین رو دنبال میکنن و در این دو سه هفته گذشته هم این برنامه رو در تلویزیون مردم میبینن. از همتون متشکرم برای وقتی که میذارید. ما ایرانی ها اکثرا فکر می‌کنیم که واقعا آدمای خیلی زرنگی هستیم، در خیلی مسائل هم واردی. اگر درباره یک موضوعی از ما بپرسن زود اظهار نظر می‌کنیم، ولی در بعضی مواقع هم آدمای ساده هستیم، خیلی زود باور می‌کنیم، مخصوصا در مسائل سیاسی. دلیلش هم خب در رژیم گذشته و در این رژیم احزابی نبودن که ایرانیا برن عضو بشن و کسایی بیان درباره مسائل سیاسی ایران و دنیا برای اینا تجزیه تحلیل کنن. امروز هم اگر در تلویزیون‌های لس آنجلس بعضی افراد میان و مسائل سیاسی رو تجزیه تحلیل میکنن، سطح معلوماتشون خیلی سطحیه، به اندازه یه بند انگشته. چون ایرانی‌های هستن در همین آمریکا که تحصیلات خیلی خوبی درباره مسائل سیاسی دارن، از بهترین دانشگاه‌های آمریکا فارغ التحصیل شدن با رتبه خیلی بالا، ولی اونها هیچ وقت توی تلویزیون‌های ایرانی نمیان. گاهی اوقات من دیدم در CNN، ABC، تلویزیون آمریکا با اینا مصاحبه میکنن و نظرشون رو میپرسن. و چرا اینا نمیان تو تلویزیون های ایرانی که برای ایرانی ها، برای همیهنان خودشون مسائل سیاسی رو خیلی قشنگ تحصیل تردی کنن، باز کنن، که ماها ایرانی ها هم در صورت یک مقداری بدونیم که چه خبره و در دوره برمون چی میگذره. و ما در یک مملکتی متولد شدیم که خب مسلمونه و شیعه است، و در طول عمرمون، یعنی از زمانی که به دنیا آمدیم تا الان، مخصوصا در این رژیم خیلی بدتر، شیخ‌ها رو منبر همیشه درباره امام زمان صحبت کردن که آقا این امام زمان که الان تو چاهه، مثل که مغنیه، داره دنبال نفت میگرده، یک روزی از این چاه میاد بیرون و دنیا رو صلح و صفا میده، تمام مشکلات مردم رو حل میکنه، حتی مشکل تک تک ما ایرانی ها رو. و این واقعا ریشه دونده توی وجود ما، و ناخودآگاه ما همیشه در افکار خودمون منتظریم که یک امام زمان بیاد و ما رو نجات بده، مشکلاتمون رو حل کنه، ناخودآگاه. ولی خیلی عجیبه که در این 30 سالی که ما ایرانیایی که در خارج داریم زندگی میکنیم، تقریبا برای خیلی از ماها امام زمانمون بستگی شده به رئیس جمهور آمریکا. هر رئیس جمهوری که در آمریکا انتخاب میشه، اکثر ما ایرانی ها منتظریم که این رئیس جمهور حتما این رژیم رو عوض میکنه، برای مملکت ما آزادی میاره. مثلا من خودم میگم، وقتی که ریگن بعد از جیمی کارتر رئیس جمهور آمریکا شد، من خودم واقعا فکر میکردم که دست ریگن از حزب جمهوری خواهای میاد، حالا نمیگم سال اول دوم، ولی در دوران ریاست 4 سالش این رژیم رو ساقطش میکنه و یک نفر، حالا نمیگم شاهزاده یا یکی، در صد برای مملکت ما آزادی میاره. 4 سال گذشت، 4 سال دوم منتظر شدم، دیدم ایشون زد و بندم داره با ایران، کیک فرستاده، اسلحه فرستاده، و خود 8 سال ریاست ایشون تموم شد. بوش پدر اومد، گفتم نه دیگه، این حتما در صورت یک زمان رئیس CIA بوده، سفیر آمریکا در چین بوده، مسائل ایران میدونه، و 8 سالم، 2 سالم، 10 سالم از جمهوری اسلامی گذشته، آبروشون در دنیا برای گروگان ها رفت،
مسائلی که در لبنان کشتاری که اینا در لبنان کردن، این دیگه حتما یه کاری میکنه. یه آقای بوش و پدرم افتاد دنبال صدام حسین که چرا صدام حسین به کویت حمله کرده، زد رب عراق و ایران رو اصلا فراموش کرد. وقتی بیل کلینتون اومد، من خودم در صورت از زمانی که تونستم رای بدم به حزب دموکرات رای میدم، گفتم دیگه بیل کلینتون از حزب دموکراته و دموکرات ها بیشتر دنبال یعنی پشتیبانی میکنن از ملت ها نه رژیم ها. آقای بیل کلینتون هم 8 سال گذشت هیچ کاری انجام نداد، دنبال دختر بازی خودش بود و دیدین چی آبروریزی آورد، هیچ خلاصه رفت. بوش پسر که اینطور که برآورد کردن، بوش پسر تو تمام رئیس جمهوری آمریکا آیکیوش از همه پایین‌تر بود، از همه آیکیوش پایین‌تر بود. تا حالا در صورت تقریبا 70 چند روز دیگه مونده به انتخابات، میدونی که الان دیگه تنور انتخابات در آمریکا داغ شده و کسانی که یعنی ایرانی هایی که از حزب جمهوری خواه پشتیبانی میکنند الان دیدم در لس آنجلس به جنب جوش افتادن که آقا این ترامپ با این عقایدی که داره، با این کاری که داره، حرفایی که میزنه، دیگه این 100% جمهوری اسلامی رو از بین میبره. نه دوستان، دولت آمریکا و دولت‌های غربی و دولت‌هایی که در سر به فکر منافع خودشونن، تا زمانی که یارو گاوه داره شیر میده، شیرش رو میدوشن. تا زمانی که منافعشون در ایران تأمینه از هر نظر، اینها این رژیم رو نگه میدارن. و در طول چند سالی که من در آمریکا بودم، خب خیلی از زمان جانسون خیلی ها بعد کاندیدا کردن خوش برای ریاست جمهوری صحبت ها کردن، من تا حالا هیچ کسی رو توی ریاست جمهوری آمریکا ندیدم که به لومپنی این ترامپ باشه. واژه هایی به کار میبره که واقعا آدم خجالت بکشه که بگیم رئیس جمهور آمریکاست. آیکیو که اصلا نداره، باز اقلا بوش پسر آیکیوی داشت ولی خیلی پایین بود، این که اصلا دیگه نداره. یک آدم نونر لوس پول داره، سفید پوست وایت ترش به قول تهرونی ها، واقعا وایت ترشه. نه دوستان عزیز، چه ایرانی هایی که طرفدار جمهوری خواهند، چه ایرانی هایی که مثل بنده طرفدار دموکرات هستیم، اینها به فکر من و شما نیستن، اینها به فکر منافع فقط خودشونه. اینو هممون میدونیم دیگه. خودمون باید برای آزادی ایران دست به زانومون بگیریم، بلند شیم. اولین قدم اتحاد بین همه ایرانی ها از هر قوم و از هر مذهب و از هر گروه هستیم، اگر واقعا دلمون به حال ایران میسوزه، اگر دلمون میخواد این مملکت آزاد بشه، اگر فکر اون مردم هستی. یه مسئلیت میگن کس نخارد پشت من جز انگشت خود من، واقعا ها هیچ کس به فکر شما من نیست. و شما دوستانی که میشینین جلو دوربین در لس آنجلس همه ایران ایران میکنید، اکثر شماها رو من میشناسم دیگه، من تو شماها بزرگ شدم. اکثر شما ایران ایران میکنید، دمم همبستگی میزنید، ولی بینم خودتون اصلا همبستگی نیست. تو هر تلویزیونی که در لس آنجلس شما نگاه کنید، چند بار با هم کار میکنن دیگه، چند تا برنامه ساز هستن، به ظاهر به هم سلام علیک میکنن، ولی باور کنید در باطن چشم دیدن همدیگر ندارن. اینا رو که میگم باور کنید حقیقت ها. خب برای اینه که بینمون تفرقه افتاده دیگه، و دلیل تفرقه افتادن هم در خارج کشور بین ایرانی ها سرمنشش از رسانه های همگانی لس آنجلس شروع شد. وقتی بین خودشون تفرقه باشه و بیشتر اوقات برای یک آگهی یا برای عقاید سیاسی که خودشون دارن، وقتی اینا بینشون تفرقه باشه، چطوری میشه
اینا چطوری میتونن بین ایرانی ها همبستگی وجود بیارن؟ من از این برنامه تصمیم گرفتم تا زمانی که برنامه زنده برای شما پخش کنم، یعنی زنده که ضبط کنم با زمان، از برنامه های گذشتم از قسمت های مختلفی رو از هر برنامه به شما نشون میدم، چون بعضی از قسمت ها ممکنه که اصلا زمانش گذشته باشه و اصلا ممکنه به درد بیننده نخوره. برای اینه که از حالا میرم توی آرشیوم قسمت هایی که خب قول یکی افشاگریه یا میشه در باید صحبت کرد، اون قسمت ها رو به شما نشون میدم. چون یکی از برای من کامنت گذاشته بود توی فیسبوک، بسید آقا شما نمیخواد درباره پول صحبت کنیم برای تلویزیون، شما با این حرفاتون تماشاچی رو میپرونش. یعنی تا صحبت پول میشه زود تماشاچی میپره. اتفاقا هم فکر کنم درست هم میگه، چون که من خود تو برنامه های تلویزیون چرازنینی که خودم مستقل بودم گاه آخر درباره مثلا کمک صحبت میکردم، میگه آقا اقلا آگهی بدید، آگهی بدید، نمیخواه کمک، آگهی بدید. بعد وقتی گاه آخری که تماشای زمین میزد میگفتم آره این درباره این صحبت کردم، درباره آگهی صحبت کردم یا کمک اینا، اول میگه آره برنامه دیدم چه برنامه خود، تا این صحبت میکنه میگه آخ همون قسمت من نشیدم، چون همون موقع تلفن زنگ زد، من نمیدونم اینا همون قسمت پول که میشه یا تلفن زنگ میزنه یا چون میدونم به خانمشون صدا میزنه بیاد شام بخور یا که خلاصه یه اتفاق برشون بده همون قسمت. چون با ایرانی ها وقتی یه برنامه تلویزیون رو گوش میکنیم قسمت هایی رو گوش میکنیم که دوست داریم، ولی قسمت هایی که دوست نداریم یا یک مسئله مهمیه اون قسمت ها رو نمیشنویم. ما همدیگر رو خوب میشناسیم، ما هممون توی فرهنگ و توی سنت و توی رسم رسوم بزرگ شدیم، هر کدوممون که زیرابی بر هم دیگه میزنیم در صورت کف پامون از آب بیرونه. بیایم به همدیگه راست بگیم، با همدیگه اینطوری باشه. خب دوستان از از این برنامه سعی میکنم که قسمتهایی رو از برنامه های مختلف به شما نشون بدم. با امید دیدارتون باز تا هفته های بعد. در طول این 35 سال، 36 سال که رژیم جمهوری اسلامی در ایران داره حکومت میکنه، میدونیم که هممون میدونیم، دنیا میدونه که این رژیم چی بلاهایی به سر مردم ایران آورده، چی خانواده ها، چی مادرانی رو داغدار کرده. خیلی از وطن دوستان، کسانی که در صورت فقط خواستن انتقاد بکنن، الان تو زندانن. ولی متاسفانه باز در اینجا من تایید میکنم، هنرمندان، خواننده ها هیچ وقت یک همبستگی بینشون وجود نمیده که یک کاری به عنوان اعتراض انجام بدن. حتی مردم ایران، حتی ما ایرانیانی که در خارج کشور هستیم و هممون، اکثرمون البته چون یک دیگه خودشون فروختن، اکثر ما بر ضد این رژیم هستیم، ولی یک بار یک حرکتی اعتراضی بزرگی انجام نداریم که تمام دنیا متوجه بشه که شاید اونا هم مثل ما اعتراض ما رو بشنون، اونا هم اعتراض کنن. ولی هر کاری که آمریکا نمی‌کنه زود تمام دنیا مد میشه. حتی هندوستان که آب ندارن یعنی برنج رو سرشون میریزن یا خاک میریزن. حالا چون این مد شده، یه چند تا از خواننده هامون دیدم اونم آب سطر آب میریزن تو سرشون، حالا کمک میکنن دیگه اون رو نمیدونم، فکرم نمیکنم کمک مادی بکنن، فقط میخوان نشون بدن که بله ما هم هستیم. نه آقای خواننده، آقای هنرمند، یک بارم یک قدم اساسی برای ملت ایران بردار. چرا چند سال قبل که همین آمریکایی‌های گروه های موزیکشون، خواننده هاشون اومدن دست جمعی آهنگ خوندن برای آفریقا که پول جمع کنن برای گرسنگان آفریقا یا برای حالا کار دیگه، زود خواننده های ما هم اون موقع، چون اونجا هنوز اون موقع بعضشون زیاد خوب نبود، امیدوار بودن که برگردن ایران
به هم احتیاجشن، آمدن یک آهنگ دست جمعی خوندن. تو دارم میشم من. دست جمعی خوندن که بله آقا ما هم مثلا در این کار اعتراض میکنیم، ما هستیم با مردم ایران. ولی دیگه از اون موقع تا امروز که شاید الان بیشتر از 20 سال میگذره دیگه انجام ندادن. هر کاری آمریکا میکنه عجیبه ها، برای که دستگاه تبلیغاتشون خیلی قویه. در زمان احمدی نژاد یک شخصی به نام محمد علی رامین که متولد دزفول هم هست، این در آلمان تحصیل میکرده و مثل که مهندس ماشین‌آلات بوده، مهندس خود مهندسی، میاد توی دستگاه احمدی نژاد. این آقا خیلی عجیبه، برای من بچه دزفوله ولی موبوره، مثل که زمان انگلیس ها متولد شده. این اولین نفری است، اولا خیلی ضد یهوده، اولین نفری هم بوده که میاد مسئله هولوکاست رو میذاره تو دهن احمدی نژاد که یک افسانه‌ایه. و دیدید احمدی نژاد هم این مسئله رو قاپید برای خودش در دنیا معروف کنه و در کشورهای بعضی از کشورهای خاورمیانه طرفدار کنه، آمد گفت که این هولوکاست افسانه است، دروغه. دیدی چی سرسره راه افتاد.
من در اینجا یک کلیپ تقریباً دو سه دقیقه از همین آقای محمد علی رامین به شما نشون میدم، ببینی که چطوری این مسئله رو داره میگه و ضد یهوده. حالا رویه خود اونها رو بازماندگانشون بعد از جنگ دوم اروپا آمدن ادعای مطرح کردن علیه دولت شکست خورده آلمان، یعنی بعد از پایان جنگ ادعا کردن که در حقیقت 6 میلیون یهودی، ابتدا نگفتن 6 میلیون، گفتن عده زیادی، بعد آرام آرام وقتی فضا رو مناسب دیدن عدد راهی بالاتر بردن تا به 6 میلیون رسوندن، در حالی که توی دادگاه نورنبرگ همون رهبران شوروی و آمریکا و انگلیس وقت همچین ادعایی رو مطرح نکرده بودن و اون دادگاه اصلا به این مسئله نپرداخت. اما بعدن برای تأسیس اسرائیل طرح این موضوع که 6 میلیون یهودی در به اصطلاح اتاقهای گاز خفه شدن و در کورهای آدمسوزی سوزانده شدن ادعایی شد برای مظلوم نمایی کسانی که خودشون رو بازماندگان و در واقع از نسل یهودی ها می دانستن، که به ادعای این در واقع مظلوم نمایی گفتن خب ما حالا باید جبران بشه این در واقع ظلمی که به ما شده، و انگلیسی ها و آمریکایی ها اومدن این سرزمینی رو که اون موقع در اختیار خودشون داشتن، یعنی سرزمین اشغالی فلسطین رو، به یهودی ها واگذار کردن و اسرائیل رو درست کردن. حالا چرا من این مسئله رو مطرح کردم؟ ایشون یه پسری داره به نام یاسر، یاسر رامی. خب مسلمان وقتی پدرش تو دستگاه بشه جز خودی ها، ایشون هم جز خودی هایه. یه هنرپیشه ما در ایران داریم به نام مهناز افشار. این اول تو یک برنامه تلویزیونی شرکت می‌کنه، یه سریال، خلاصه امروزی که از هنرپیشه های معروف ایرانه، و سه سالی هم ایشون گرفرند علیرضا گلزار بوده، اون هنرپیشه ایرانی که خیلی خوشتیپه، گرفرند ایشون بوده، با هم میزنن. و همین تقریبا چند ماه قبل این خانم مهناز افشار میشه زن یاسر رامین، پسر آقای محمد علی رامین، و حتی خانمی به نام، البته الان اسمش کوچیک، آهو خردمند، این یک زمانی تو تلویزیون تهران اون موقع رژیم گذشته میدیدمش، کار میکرد، از نزدیک باهاش آشنا بودم، حتی ایشون در روی یه فیسبوک اعتراض میکنه که قواله مهریه این خانم مهناز افشار از کل بودجه تئاتر ایران بیشتره. حالا من بو کار ندارم. میدونید که وقتی که افرادی مثل فوتبالیستای ما، والیبالیستای ما، مخصوصا هنرپیشا، اونه که درصد در رژیم جمهوری اسلامی زیر ذره بینن، اینا وقتی میان خارج کشور معمولاً همیشه اگر فوتبالیست ها بشن، اگر والیبالیست ها بشن، یا در همین برزیل که یکی از این هنرمندای تلویزیون و سینما رفته بودن، همیشه چند نفر افرادی هستن از حراست یا اطلاعات مواظب اینا که اینا کاری انجام ندن خلاف شرع اسلام باشه. حالا اگه پول دزدی نیبی نداره، ولی خانم مهناز افشار میاد آمریکا. یعنی این برای من سوال برانگیز میشه واقعا. و میاد در کنار هنرپیشه‌ای که یک زمانی کاندید جایزه اسکار شده بود میسته و عکس میگیره خانم شورا آقداشلو. و خانم شورا آقداشلو که زمانی که جنبش سبز در ایران به حرکت درآمد و یک دم در آمریکا پشتیبانی کردن، حتی رفتن در نیویورک جلوی سازمان ملل اونجا به عنوان اعتراض که آقای اکبر گنجی بود، خانم گوگوش بود، آقای هوشنگ توزی بود، خانم شهره بود، و حتی آمدن توی تلویزیونی فکر کنم با دریکینگ مصاحبه کردن، پشتیبانی کردن. خب این خانم شهره آقداشلو در صورت از نظر دولت آمریکا و از نظر شما و من، حالا از دولت آمریکا نمیدونم، دولت ایران معذرت میخوام، ولی از نظر من و شما یه آدمی است که خانمی است که ضد انقلاب دیگه، اعتراض داره میکنه به ظاهر، البته
حالا در باطن ما نمیدونیم. ایشون با خانم مهناز افشار عکس میگیره. اگر خانم مهناز افشار برگرده ایران، در اصل این عکس میاد روی اینترنت، همه هم دیدن، رژیم ایشون به اطلاعات نمیخواد بازخواست کنه. بایستی اینطوری باشه دیگه، چون خانم مهناز افشار اومده با یک ضد انقلاب در خارج کشور به نام شوره آغداشلو عکس گرفته، ولی وقتی وارد ایران میشه مورد اعتراض قرار نمیگیره. حراست اطلاعات هم ایشون رو نمیخواد بره بازجویی. نتیجه میگیری؟ من البته نتیجه میگیرم. من نمیگم که خانم شوره آغداشلو با رژیم همکاری داره یا جز خودیا است، ولی جز بی خودی هایم نیست. اینا های مسائلی که ما بایستی که اگر میگیم ما ژورنالیست هستیم و مطالعه میکنیم و نشستیم تو دوربینا بر ضد رژیم حرف میزنیم، باید این مسئله رو بشکافیم. خانم آغداشلو رو باید دعوت کنن تو تلویزیون که خانم به چی دلیلی شما رفتی با خانم مهناز افشار عکس گرفتی؟ لابد میگه ایشون آمده با ما عکس گرفته. آه دیگه ایره میگه، میگه خانم شوره آغداشلو نمیدونی که این زن همسر پسری شده که پدرش تو دستگاه بوده، یکی از نزدیکترین من مشاورای احمدی نژاد بوده، فکر میکنم یک پست مهمی هم داشته این، مثل که فکر کنم اگه فراموش نکرده باشه مثل که یک مدتی هم رئیس دانشگاه بوده. چطوری شد خانم شما با ایشون عکس گرفتی؟ ولی هیچ تلویزیونی این مسئله رو مطرح نمیکنه، اصلا دنبالش رفتن نمیدونن، چون اینا سرشون تو مسائل دیگه بنده که چطوری بتونن تماشاشیش رو جذب کنن که بتونن پول ازش بگیرن. بعدم میگیم آقا جمهوری اسلامی توی ایرانیان خارج کشور رخنه کرده. یک دوستی مدتی قبل با هم صحبت میکردیم درباره اینکه آقا این تلویزیون‌ها اینا کیا پول می‌کنن. آقا یه چیزی بهت بگم، جمهوری اسلامی سال‌های سال درباره ایرانیان خارج کشور واز بخصوصاً رسانه‌های همگانی لس‌آنجلس مطالعه کرده، یک شبکه‌ای رو به وجود آورده که شما نمیتونی، یعنی خیلی سختی که سرنخ ایر پیدا کنی. ممکنه یه آقای مثلا تو تگزاس نشسته بشه، تو میامی نشسته بشه که اصلا در اینجا رابطه نشسته، ولی میبینی سرنخش با یکی از این تلویزیون‌ها بنده. مدیر مثل یکی از این تلویزیون‌ها یا برنامه‌ساز تلویزیون لس‌آنجلس یا مجلات هم همینجور، روزنامه هم همینجور، فکر نکن فقط تلویزیون، رسانه همگانی، میبینی سرنخش با یک شخص تو نیویورک بنده. چطوری میشه خانم آغداشلو میره برای جنبش سب به عنوان اعتراض، چون جنبش سب در اصل جمهوری اسلامی بر ضدشونه دیگه، میگه اینا فتنه هن، میره نیویورک تلویزیون هم نشون میدن، بنده هم دیدم. بعد خانمش میاد در کنار خانم مهناز افشار عکس میگیره. خب من یه عکسم در اینجا دارم، اگر نمیدونم کجا، ها اینجا ببینید. یک هنرپیشه هست در ایران به نام محمد رضای شریف نیا، از اون چابلوسا و از اون کسایی که به خاطر یک تیک استخون خودش به صورت سگ در آورده. در همین مسابقات جام جهانی هم شرکت کرده بود، رفته بود، دیدید رو سرش عین یک دلقک پرچم ایران گردنش آویزون کرده رو سرش. خلاصه این شخص پشت سر خامنه‌ای داره نماز